از هر حرف یه بازیکن خفن. امروز دو تا گردونه درست کردیم و توی یه گردونه همه پستای فوتبالمو داشتیم و توی یک گردونه همه حروف الفبا. اول گردونه پستا رو میچرخونیم و هر پستی که در بیاد، مثلا وینگر، میریم سراغ گردونه حروف الفا و اگر شانسمون خوب باشه و ام در بیاد، مسی میاد تو ترکیب. اما اگه شانسمون بد باشه، کلی بازیکن دریوری میاد تو ترکیبمون و کارمون واسه بردن حریفا سخت میشه. میریم گردونه پستا رو میچرخونیم، ان شاءالله که همون اول مهاجم در بیاد، کر در بیاد، رونالدو بیاد، هافبک اینجا مسی هم میتونه بیاد، هافبک جی و پی هم در بیاد، پیلو گولیس هم میتونه بیاد، تو کی هافبک با کی نداریم. پس رفتیم توی تیممون گشتیم تا ببینیم هافبکی داریم که اول اسمش یا فامیلیش کی باشه. کی نداریم حاجی، کی کیمیش، کیمیش رو داریم، میتونه بیاریم اول اسمش کیه. پس کیمیش به عنوان اولین بازیکن وارد ترکیب شد. اوه 98. وای 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 وای، مهاجم مهاجم، تو رو خدا مهاجم. بابا دفاع، دفاع خوبه، همین دفاع خوبه، دفاع خوبه بابا. استر بیار، راموس بیاریم تو، پپویول، دیدیاز اینا رو بده بیاریم. تو رو خدا خواهش میکنم، بذار خواهش میکنم، درست حسابی بده، درست حسابی بده. آی چیه دیگه، آی نداریم اصلا دفاع. این بار مطمئن بودم هیچ دفاعی نداریم که اسمش با آی شروع بشه، پس فیلتر رو زدم تا توی تیمم بگردم. مطمئنم آی نداریم، مطمئنم آی نداریم. این چیه؟ آیبانز 92. پس آیبانز هم وارد ترکیب شد. بوس به کلت، کجا بودی تا الان؟ وای بیشترین استرس من روی دروازه‌بان، دروازه‌بان رو بد بده بهمون پاره این. همین بگیر، 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 واسه نه 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 دمت گرم. ببین مسی میتونه بیاد، اگر ل بندازه و ام بندازه مسی میاد، رونالدو هم میتونه بیاریم وینگر. برو خدا، یه سی یا آر یا ام یا ل. توی این چالش اول اسم یا اول فامیلی هیچ فرقی نمیکنه، ولی من این موضوع رو یادم رفته بود. اما تی نامی نداریم، هر چقدر دارم میگردم اصلا تی نداریم. من اینو جدی دیگه مطمئنم تی نداریم. فران تورس اینم هست. کاشو وایسا یه بار دیگه اول بگردم، شاید باز بهتر از اینا باشه. تادیچو داریم ما اصلا، بابا اونا کیان؟ پس تادیچ هم به عنوان وینگر وارد ترکیب شد. اگه بخوای مهاجم امباپه رو بیاریم، فقط باید ام بیاریم، چون کی دیگه نداریم. مهاجم 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 مهاجم، ام بدی مسی رو میارم. خب امباپه کی دروازه‌بان خوبه، دروازه‌بان خوبه، همین دروازه‌بان نگردار، دروازه‌بان نگردار. ببین دروازه‌بان پی بده، پتر چک میاد، سی بده چک میاد، الیور او بده، اوک الیور کان میاد، کی بده کان میاد. تو رو خدا، تو رو خدا، کورتو یعنی توی عمرم چرا دروازه بانیم که اول اسم یا فامیلیش اف باشه نشینده بودم، ولی با این حال گشتم کلن اف نداریم. خیلی با خودم فکر کردم تو دروازه بانی که اول اسم یا فامیلیش اف داشته باشه رو پیدا کنم، حتی ایرانی. توی ذهنم هیچی نیومد. اف تو ایرانی هم اف نداریم آخه. پس رفتیم توی شاپ دروازه بانی رو گشتیم تا ببینیم اف کی داره. این هست فابیو، تو لیگ برزیل بازی میکنه. پس همین رو خریدیم و مستقیما وارد ترکیب شو. توی این ویدیو چیزی که فهمیدم دروازه‌بان مطرح با اف نداریم، خیلی عجیبه. آقا مسخره بازی دارن، اگر بابا بدون مسی رونالدو بده دیگه، کل تیم داری چرت و پرت میدی. مهاجم بده بریم، مهاجم برو بالا، برو بالا، باش تو سرت بابا. آقا جی الی امی پی یه چیز باش تو سرت. وای داریم آخه ما هافبک آشغال تری چیزا رو داری میدی. این بار دیگه کاملا مطمئن بودم که هیچ بازیکنی نیست که اول اسمش با وای شروع شه. نداریم آدی، با وای نداریم. هافبک بازی میکنی تو؟ فقط همون دفاع رو داریم. در یک اقدام عجیب تصمیم گرفتم تو اینترنت سرچ کنم، اما یه سرچ عجیب. یونس موسا رو میتونیم بگیریم آجی، این دیگه آفبکه به خدا. بابا این امریکایی بازیش خیلی خوبه. پس سریعا یونس موسا رو خریدیم و وارد ترکیب شو. هر پستی میخوای بدی خبر مرگت بده، فقط یه چیز درست حسابی حروف درست، همه چم آفبک داره در میاد. یه لی بنداز تو رو خدا، یا این بندازی که اصلا داری سر میبری دیگه. جی بنداز اصلا. زد کدوم خره؟ راجب زد میدونستم که بازیکن داریم که با زد شروع بشه، اما نمیدونستم دقیقا کی. حکیم زیاش بوس به کلت، کجا بودی تو؟ پس حکیم زیاشم وارد ترکیب شد. ببین بقیه چیزا رو که ریدی دادی، فقط مهاجم و اینامونو خوب بده حداقل بتونیم گل بزنیم. خاک تو سرت، خاک تو سرت. آقا دفاع راست اچ بده، هرناندز بیاد، ژاو کانسلو هم میتونه بیاد. دفاع راست آره، ژاو کانسلو میتونه بیاد، آرنولد هم میتونه بیاد. ای تو رو خدا، ای
دنیال بزو بتونیم بیاریم تی. اما این مهم بود که ببینیم دنیال بزو واقعا داریم یا نه. داریمش. پس دنیال بزو به عنوان دفاع راست وارد ترکیب شد. اگه جدید هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو فراموش نشه. دو تا دفاع می‌خوایم، دو تا مهاجم. بچرخون وینگر، ببین وینگر یه دونه مسی بده، مهاجمم یه دونه رونالدو تمومه. دفاع وسط. دفاع وسط واقعا ریسک بزرگ. پی دی اس یکی اینا رو بده. سی چه وان. یکی از شانسای رونالدو به این رفت. با اینکه سر داستان رونالدو ناراحت بودم، اما بعد دنبال دفاعی میگشتم که اولش سی داشته باشه و قوی باشه. اسمایلینگ پیداش کردم. پس اسمایلینگ هم وارد ترکیب شد. کل دفاع روم شد که احتمالا رونالدو رو نتونیم بگیریم. وای دفاع چپ رونالدو و مسی موندن آخر سر. دفاع چپه؟ دفاع چپه فکر کنم رو اشتباه نکنم. نه خوبه. وای یک از شانسای مسی هم از دست رفت. خاک نون سر میکنه. اسپیناتزولای گوسفند رو بعد بیاریم تو. کل دفاع شده روم. تیم خوبی بودن که خودشون گل نمیخوردن. یک کدومو بده دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. یک کدومو بده، من رونالدو و مسی رو فقط بیارم بیرون. وینگر در اومد. نمیخوام آقا برو برو برو. من وینگر در اومد دیگه. وای خدایا این همین ام بیفته یا این که سی نداریم. وای یا ام باید بیفته یا آر، یا این یا این، یا حضرت عباس. تو رو خدا، تو رو خدا خاک جون سرت کنم. گارناچو به عنوان وینگر چپ وارد ترکیب شد. اعصابم واقعا خورد شده بود که چرا بین این همه شانس مسی و رونالدو در نیومدن. ولی هنوز یه شانس دیگه بود و اما گزینه آخر مهاجم. مهاجم باید آر بدی، مسی بدی، کارمون سخت میشه. البته فرق نمیکنه. دمتگرم لیونل مسی وارد ترکیب میشه. قبلش رو ناله بکن. مسی هم به عنوان آخرین بازیکن وارد ترکیب شد. حالا با یک مشکل ترکیب درست میشه. اگه کامنت های این ویدیو به 5000 تا برسه، دفعه بعدی مادرم میادش توی ویدیو و ایشون ترکیب ای فوتبالمو میچینه. پس لایک کامنت فراموش نشه. حالا با تیمی که از حروف مختلف چیدیم به سمت بازی اول میرویم. اولین حریف، اوه دیویژن 3 یوتیوب، یوتیوب داره. این ترکیب ما شده اما ترکیب حریف. خیلی قویه تیمش. برو بازی شروع کنی، پدری من تو در بیارم به دست سگ. زیاش برو، زیاش برو، زیاش برو. اوش آجی این دروازمان سلکت کنه. خب دروازمان سلکت کرده شما. قربونت برم که چقدر من دوست دارم بزنم زیر پای شما. تو رو قرآن رد چه این دوست سرم کنم. فاش جون سرت کنن که یه دونه زیر توپ نمیتونم من بزنم. آی رفتیم واسه ارسال به گوشه. گارناچو ارسال چرتش خدا. بده من ببینم کی میشتی پر گرفته اونجا. گارناچو هم میتونه حرکت بندازه اونجا. لیونل مسی حرکت میکنه اونجا. لیونل مسی به سمت راست. تادیچ، تادیچ نمیذارم بزنه. وای وای خطرناک، خطرناک. او نمیتونیم، نمیتونیم بریم جلو. وای 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 باز دار میشه لایه دفاعیش. لایه دفاعیش باز شد، لایه دفاعیش باز شد. بزن توی دروازه سیاش. میدونم کجا بذارم بازیکن رو، چجوری بچینم که از سه تا دی ام اف درات بشم. آجی سه تا دی ام اف و سه تا دفاع وسط خدایی سخت گل زدم بهش. اونم از وسط. لیونل مسی توپ رو میگیره، یه سر توپ، یه دریبل قشنگ، ارسال به تیر دوم موسی، گل به خودی میزنن. لیونل مسی دو بر هیچ. حکیم نگارش داشته، ارسال حکیم زیاش قشنگ، اون گل نمیشه. برگشت خاکشتمون سرت کن. کدوم احمقیه؟ برو دفاع بابا. مسی پاس میتونه حرکت میکنه. لیونل مسی در عمق دفاع حریف میتونه زیاش رو راه بندازه. زیاش دروازه خالیه میزنه. لب خط موسی رو راه میندازه. حالا اونجا موسی توپ گیری قشنگشو انجام میده. پاس رو میرسونه وسط‌تر. زیاش هم داریم اونجا. میتونیم تیر دور رو راه بندازیم. تادیچ بزنی گل بعدی رو. دو تا تیرک. مسی رو بعد راه بندازیم اونجا. مسی شوتش میزن. مسی شوت کن. بابا چرا نمیره؟ مسی پاسشو میده، حرکت میکنه اونجا. لیونل مسی، لیونل مسی نگار چه زیاش چی دوره دریبل قشنگ، یه سر توپ زیاش شوتش به شوت دیگه. تادیچ به عقبتر شوتو میزنه. موسا باز در میاره. بازی اول دو بر هیچ میبریم. حالا با سمتیازی که با دست آوردیم به سمت بازی دوم میرویم. وای دمش چه بازی کردیم خدا وکیلی. اما از اونجایی که ترکیبمون خیلی خوب بود و مسی کارش درست انجام داد، ترکیبو همینجوری نگه داشتیم. حریف بعدی ویژن دو لیورپول آر 3000 خورده ایه. سخت شد. خب اما این ترکیب واسه ترکیب حریف. خب ترکیبش خیلی هجومیه. خیلی دارم می‌خواستم کارو دفاعی کنم و موسی رو بیارم عقب‌تر، ولی این کارو نکردم. وای 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 توپو گرفتم ازش. بده مسی، مسی، مسی. سیاه شوت. بیا بیا گاناچو، گاناچو شوت. بوش
جلو ارسال کن ارسال کن ارسال کن ارسال کن. وای 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 زیاش بزن بره توی گل توی دروازه است موسی. او ارسال خطریه میتونه خطرناک باشه. تو باید دفع بکنیم. یارو من داره چیکار میکنه؟ اوه دریبل قشنگ ارسال خطریه. لیونل مسی تو پرانیگر راشه گارناچو رو راه میندازه اونجا گارناچو شوتش بیرو. زیاش مسی تو پرانیگر راشه شوت خطرناک میتونن باشن بازیکنهای حریف. نه و تمام بازی دوم هم میبریم. حالا با برده که بعد از سوردیم مثلا بازی آخر میرویم. برای بازی سوم هم اینقدر ترکیبمون خوب بود همین رو نگر رو چیم و هیچ چیزی رو عوض نکردیم. و اما حریف آخر دیویژن دو پاری سن ژرمن. اما ترکیب حریف به این گل زدن واقعا سخته. از اونجایی که نمیشد از گوشه های حریف بریم ترجیح دادیم که تادیش رو به مسی نزدیک کنیم و از پشت محوطه شوت کنیم. برو زیاد 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 توی دروازه است. ترکیب بازم جواب میده. اسکاریایی که اونجا داریم انجام میدیم. لیونل مسی موسا گارناچو تو پر گرفته گارناچو شوتش. حکیم 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 زیاش حکیم زیاش. نه بزن بزن شوتو بزن شوتو بزن وود بده اینجا بده اینجا بده اینجا بده اینجا بده اینجا بده عقب بده عقب بده مات که بزن بزن بره تو گل وود. اشتباه بازیکنان حریف. مسی شوتش در میاد. یک ارسال هد لیونل مسی شوتش میتونه از همونجا بزنه وود وسط به موسی دوباره خود چپ میریم واسه شوت زنی. شوتمون تیر دروازه مسی توی دروازه است. آنالیز حریف اینجاست. یه دونه شوت زدی بنده خدا 10 تا شوت زدم بهت. اوه ترکیبو عوض کرد کسافت. بین دو نیمه حریف می‌خواست بهمون رکب بزنه و ترکیبشو سه مهاجمه کرد. باید حواسمون رو بیشتر جمع می‌کردیم. نه زیاش لای نباید بخوری اونجا رو. زیاش ارسال کن مسی فوک. آها لو میده توپر گارناچو سرعت بالایی داره این بازیکن میره واسه تک بدک شدن. گارناچو گارناچو پاسو میده به مسی. نه اشتباه بود. لیونل مسی میچرخه. لیونل مسی میتونه شوتشو بزنه. مسی توی دروازه است. همون تکنیکی که گفتم از پشت محوطه باید شوت کنیم جواب میده. حکیم زیاش تادیش مسی میرسونه اونجا به زیاش. زیاش مسی تمام بازی. بازی آخر سه بر هیچ میبریم. اگه از این ویدیو لذت برین دو تا دیگه از همین ویدیو با موضوعات مختلف ساختیم ببینین اونم. دمتون گرم.